دفتر مجموع رسانی امام حسین علیه السلام در نجف اشرف راه اندازی شد. روابط عمومی مجموع رسانی امام حسین علیه السلام از افتتاح شعبه این مجموع رسانه‌ای در نجف اشرف خبر داد. دفاتر مجموع رسانی امام حسین علیه السلام در شهرهای بیروت، لندن، لکنو، استانبول و شهر مقدس کربلا سال هاست که مشغول به انجام فعالیت و تولید رسانه‌ای هستند. حضور علما و مراجع اعظام تقلید در نجف اشرف این ضرورت را ایجاب می نمود که مجموع رسانی امام حسین علیه السلام جهت اعتلاء معارف مذهب تشیع حضور پررنگ تری در نجف اشرف داشته باشد. مجموع رسانی امام حسین علیه السلام حدود 14 سال قبل و در سال 1430 قمری بنابر توصیه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی راه اندازی شد. این مجموعه هم اکنون 6 تلویزیون ماهواره‌ای و اینترنتی به 5 زبان مختلف دارد که علاوه بر بسترهای اینترنتی بر ماهواره‌های یاهسات، نایلسات، ترکسات و اسکای حضور دارد. امیر غفوری مدیر تولید برنامه‌های دفتر نجف اشرف مجموعه رسانی امام حسین علیه السلام با ما همراه هستند. جناب غفوری سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز اخبار شیعه. ممنونم. از موقعیت دفتر نجف فرامون بگید و اینکه ارزش افزوده حضور در نجف اشرف برای تولیدات ما حسین تیوی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موقعیت دفتر مجموعه رسانه محسن علیه السلام تقریبا 200 متری حرم امیرالمومنین علیه السلام است. یعنی تقریبا یک فاصله 200 متری داریم با حرم آقا امیرالمومنین علیه السلام. خیابانی که در اون دفتر مجموعه رسانه محسن علیه السلام آماده شده قدیما موسوم بوده به خیابان بنات الحسن علیه السلام و در حال حاضر تغییر نام پیدا کرده به خیابان آیت الله سبزواری که مشرف هست به شارع الرسول و بازرسی زائران امیرالمومنین سید شارع الرسول که تصویری که اکثرا بینندگان از تلویزیون محسن علیه السلام میبینند از بازاری که گنبد امیرالمومنین پیوست. در مورد سوال بعدیتون، این که ارزشی که حضور مجموعه میتونه در نجف داشته باشه دو طرفه هست، هم برای ساکنین شهر نجف و هم برای مجموعه که طبیعتا با وجود حرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام در این شهر و استفاده از پتانسیل های نجف اشرف و شخصیت های دانشگاهی و خوزوی خدمت بیشتری میکنه. در مرحله اول به شیعیان امیرالمومنین و همچنین به بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام. آقای غفوری، تا حالا چه تولیداتی داشتید و چه برنامه‌ای برای آینده دارید؟ واقعیت شروع تولیدات دفتر نجف تولید مشترکی بود که با دفتر مرکزی در کربلای محلا انجام شد به مناسبت عیدالله الاکبر، عید غدیر، عید ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام. همینطور که قبلا هم اطلاع رسانی شد از اخبار شیعیان به مدت 3 روز و روزانه 16 ساعت از 6 تلویزیون ماهواره و اینترنتی مجموعه پخش داشتیم. برای آینده هم انشالله تصمیم به همکاری با بزرگان و اهل علم شهر نجف داریم برای ترویج فرهنگ غنی تشیع که از همین تریبون استفاده میکنم و خواهش میکنم از بینندگان و همراهان اخبار شیعه و تلویزیون امام حسین علیه السلام برای توفیق مسافرین ما در شهر نجف اشرف دعا کنند. ممنونم از شما. امیر غفوری از نجف اشرف ما بودند.